دو گروه مدافع حقوق بشر گفتند که نیروهای امنیتی بحرین چند نوجوان و جوان را که در جریان اعتراضات ماه گذشته بازداشت کردند مورد ضرب و شتم قرار داده و آنها را تهدید به تجاوز و شوک الکتریکی کردند خبرگزاری رویترز گزارش داد بر اساس بیانیه مشترک دیدبان حقوق بشر و مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین مستقل در لندن حدود 13 نفر تن که بین 11 تا 17 سال سن دارند از اوایل تا اواسط ماه فوریه در بحرین بازداشت شدند در این بیانیه آمده پنج نوجوانی که در چهارم و پانزدهم فوریه بازداشت شدند گفتند که دو مأمور پلیس بحرین هنگام بازداشت آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و به شوک الکتریکی با باتری خود را تهدیدشان کردند این دو گروه حقوق بشری افزودند پدری یکی از آنها گفته است که پلیس فرزندش را مورد ضرب و شتم قرار داده و او را به تجاوز و شوک الکتریکی تهدید کرده است در بیانیه مذکور تاکید شده که اتهام برخی از این بازداشت شدگان سوزاندن لاستیک یا صندلی مسئول کردن راهها خرابکاری و پرتاب کوکتل مولوتوف عنوان شده است کاربران شبکه های اجتماعی در بهره نیز با اعتراض به بازداشت این نوجوانان گفتند که پلیس مانع رسیدن دارو به یکی از آنها می شود که با کمخونی شدید مواجه است یکی دیگر نوشت ارعاب نوجوانان و جوانان در بحرین و بازداشت آنها و جلوگیری از دسترسی خانواده ها و وکلایشان پیام روشنی از طرف حکومت می‌رساند اینکه تظاهرات و اعتراضات آمیز در این کشور ممنوع است